خودت تنها بشو، گاه گاهی در دل خود جا بشو. آنچه دل بیند تو هم آن را ببین، آنچه دل خواهد تو هم آن را بشو. چون کبوتر از قفس پرکش برو، روح را بالا ببر والا بشو. آسمان را بنگر و اندیشه کن، نغمه خاموش را آوا بشو. درودی دوباره به شما مهربانان، ممنون از اینکه یک بار دیگه دنیای زن رو میبینید. امروز هم با هم زندگی زن دیگه در کتاب مقدس رو نگاه خواهیم کرد و میبینیم که چطور این زن در جامعه خودش تاثیرگذار بوده. بله، همچنین با ماگدا نگاهی به زندگی کریستین کین خواهیم انداخت و بیشتر در مورد اون خواهیم شنید. یک سری به کارگاه سوزان میزنیم و با هم با یک روش جذاب دیگه آیه حفظی امروز رو به خاطر خواهیم سپرد. و در آخر هم نیلوفر عزیز ما رو در پرستش هدایت خواهد کرد. پس هیچ جا نرید و تا آخر برنامه با ما همراه باشید. بریم یه ویدیو کوتاه از فهیمه ببینیم و دوباره برمیگردیم. فهیمه جان ممنونم برای وقتی که به ما دادی یا قبول کردی که توی برنامه دنیای زن باشی. فهیمه، چه چیزی باعث میشه که تو در مورد ایمانت به مسیح به مردم بگی؟ مثلا نه حالا فقط کسایی هم که باشون کار میکنی، بلکه به صورت کلی با مردمی که میبینیشون، به کسایی که بهشون بشارت میدی. میدونم که مبشر خیلی خوبی هم هستی، شاهد خوبی برای مسیح هستی. چه چیزی هست که به تو انگیزه این کارو میده؟ خب معجزات خداوند که تو زندگیم دیدم، کارهای عظیمی که از خداوند توی زندگیم دیدم، اینا باعث میشه که من به دیگران، به کسایی که میشناسم، به کسایی که دوستشون دارم، به عزیزانم این بشارت رو بدم، این خبر خوش رو اعلام بکنم. و همینطوری که این حیات جاودان رو که من دریافت کردم، اون نجاتی رو که من دریافت کردم، دوست دارم که تمام اون کسایی که دوستشون دارم هم با من توی این حیات شریک باشن و این رو دریافت بکنن. چرا واقعا هیچ چیزی بزرگتر از نجات ما نیست، درسته؟ فهیمه، ولی اگر بخوای به یه نفر بشارت بدی، نمیترسی؟ پیش خودت نمیگی حالا اگه مسخرم کنن، یا مثلا خجالت نمیکشی، یا نمیگی مثلا اگر یه سوالی داشته باشن که من نتونم جواب بدم چی کار کنم؟ از این چیزا، این ترسا رو نداری؟ خب اوایل خیلی میترسیدم، و چون که هم اطلاعاتم کمتر بود، خب هم آگاهیم کمتر بود، ولی خب سعی کردم که خودم رو یکمی بیشتر توی کلام خدا عمیق بشم و بتونم که از خدا بیشتر در میان خدا رو بهتر بشناسم تا بتونم که اون بر اون ترس خودم غلبه کنم. و وقتی که بیشتر عمیق شدم، همین باعث شد که خداوند در من کار بکنه. و ما میدونیم که روح القدس با ما هستش، روح القدس در من کار کرد و پیشاپیش من، از به جای من صحبت کرد، هر جا که ترسیدم، هر جا که خجالت کشیدم. و فکر میکنم که این خیلی به من کمک کرد که بتونم که با عمیق شدن توی کلام خدا و با اینکه خدا رو بشناسم، بدونم، متوجه شدم که خدا پیشاپیش من داره حرکت میکنه. اگه بخوای در آخر یک شگرد یا یک کلیدی به یه نفر بدی که داره این برنامه رو نگاه میکنه و میگه من دوست دارم بتونم مسیح رو بشارت بدم ولی میترسم، تو چه شگرد یا چه کلیدی رو برای ارائه دادن به او داری و بهش میگی؟ خب در ابتدا سعی میکنم بهش بگم که اول دعا بکنه که خدا اون آرامش رو بهش بده، و بعد اینکه در کلام خدا عمیق بشه و این رو دریافت کنه، این رو بدونه که خداوند در وجودش هست، روح القدس در وجودش هست، و ایمان داشته باشه و مطمئن باشه که خدا پشت به پشت اون حرکت میکنه و برای اون میجنگه. و همین باعث میشه که اون ترس، اون خجالت در وجودش خود به خود در این با این پروسه‌ای که میره، با این روندی که جلو میره، خود به خود اون ترس و خجالت ازش برداشته میشه. خیلی ممنونم واقعا از تجربیات عالی که با ما در مورد داشتید. پسر بچه اینطور شاهد عیسی بود. هر جا می رفت می گفت من عیسی رو دوست دارم به خاطر کاری که تو زندگی پدرم انجام داد. پدرم همیشه مست به خونه می اومد. گاهی ما حتی چیزی برای خوردن نداشتیم، چون پدرم همه پولش رو برای خرید مشروب می داد. ولی عیسی با او ملاقات کرد و او دیگه مشروب نمیخوره. اگه عیسی وارد زندگی شما هم بشه، زندگی شما هم پر از شادی و آرامش میشه.
شاهد کسیه که مسیح رو شخصا در زندگیش تجربه کرده و در اثر این تجربه زندگیش متبدل شده و الان میتونه بره اینو با مردم در میون بگذاره. شاهد عیسی بودن نقشه خدا برای هر زن و مرد مسیحی است. در عهد جدید با زنانی روبرو میشیم که شاهد عیسی بودن. زن سامری یکی از این زنهاست. در انجیل یوحنا باب 4 میخونیم که عیسی با او ملاقات کرد. این زن 5 بار ازدواج کرده بود و مردی که در حال حاضر باهاش بود همسرش نبود. او یک زن منزوی و از طرف جامعه طرد شده بود. شدیداً محتاج بود محبت واقعی رو بچشه تا جایی که در رابطه با مردان در جستجوی این محبت بود. او در گرمترین ساعت روز وقتی که هیچ کس دیگه‌ای برای آب کشیدن از چاه در اون مسیر نبود سر چاه می‌رفت. چاه آب و مسیر اون برای اون زن مسیر محکومیت بود، مسیر شرم و زخم زبان بود، مسیری که سنگینی بار گناهانش رو به یادش می آورد. در یکی از این روزها با عیسی مسیح خداوند ملاقات کرد. عیسی او رو در همون وضعیت پذیرفت، از او شنید، باهاش حرف زد و هویت خودش رو بر او آشکار کرد. ملاقات با عیسی بزرگتر از هر معجزه دیگه بود، چون متوجه شد که خدا او رو دوست داره و عیسی مسیح داشت از یک زن مطرود شاهد بزرگی برای خودش می ساخت. می دونید عزیزان، کار خدا تبدیله، تبدیل قلب انسانها یکی از بزرگترین معجزه های خداست. کلام خدا میگه پس اگر کسی در مسیح باشد خلقتی تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، هان همه چیز در زندگی او تازه شده. همه چیز در زندگی زن سامری داشت تازه میشد. دیگه طرد شدگی و انزوا بر او اثری نداشت. دیگه ترس از گذشته بر او حکومت نمیکرد. برای اولین بار مسیری رو که همیشه با حس محکومیت میپیمود، این بار با آزادی و شادی ازش گذشت تا در بین مردم شهرش شاهد عیسی مسیح باشه. در انجیل یوحنا میبینیم اون زن با گفتن بیایید ببینید مردی رو که تاکنون هر چه کرده بودم به من باز گفت، باعث شد بسیاری از مردم سامره به عیسی مسیح ایمان بیارن. شاید فکر کنی شهادت ایمان تو ارزش زیادی نداره. شاید فکر کنی داستان ایمانت کوچیکه، ولی زن سامری رو به یاد بیار. اگه شهادت ایمان تو با یه خواب شروع میشه، برو همون خواب رو با مردم در میون بگذار. اگه قبلاً افسرده یا ناامید بودی و بعد از ایمانت به عیسی مسیح از افسردگی و ناامیدی نجات پیدا کردی، برو به مردم بگو. شاید یک آیه قلب تو رو لمس کرد، میتونی همون آیه رو با مردم در میون بگذاری. خجالت نکش از اینکه بگی چه کسی بودی و بعد از ایمان به مسیح چه کسی شدی. به اطرافت با دقت نگاه کن. ببین زنی مثل زن سامری رو میبینی؟ آیا او میتونه عیسی رو در تو ببینه؟ خدا قادره از طریق شهادت تو قلب‌های خیلی ها رو برای خودش صید کنه. عیسی مسیح میگه به شما میگویم هر که مرا نزد مردم اقرار کند، پسر خدا نیز او رو در حضور فرشتگان خدا اقرار خواهد کرد. البته زن سامری تنها زنی نبود که شاهد عیسی بود. زنان سر قبر عیسی شاهد تحقق وعده قیام مسیح از مردگان بودند. اونها معجزات عظیمی رو از عیسی دیده بودند، شاگردان وفاداری بودند که با شهامت تا پای صلیب با عیسی ایستادند. وقتی یوسف رامه‌ای پیکر عیسی رو برد و در قبر گذاشت، اونها دنبال او بودند تا ببینن عیسی کجا دفن میشه. غم و ناامیدی همه وجودشون رو در بر گرفته بود. 3 روز بعد با حنوتی که خریده بودن راه افتادن تا برن و بدن عیسی رو تدهین کنن. تنها دلخوشیشون یه قبر بود با دری از یه سنگ بزرگ که حتی قادر به حرکتش نبودن. حتی به فکرشون هم خطور نمی کرد که عیسی
عیسی قیام کرده باشه. ولی از اونجایی که کلام خدا حقیقت داره، خدای ما بر همه وعده‌هاش وفاداره. صبح روز یک شنبه زنان مبهوت اتفاقای عجیبی شدن. سنگ قبر رو دیدن که به کناری رفته، فرشته‌ها رو دیدن که نوید قیام عیسی مسیح رو به اونها داد. اونا به زنا گفتن چرا زنده رو در میان مردگان میجویید؟ او اینجا نیست، عیسی مسیح برخاسته. فرشتگان کلام خدا و تعلیم عیسی و وعده های خدا رو به اونها یادآوری کردند. انجیل متی میگه وقتی که با حراسی آمیخته به شادی عظیم میرفتن که به شاگردان خبر بدن، با عیسی روبرو شدن، به پای او افتادن، او رو پرستش کردن و از خود عیسی رسالتی یافتن تا شاهد قیام او باشن. چه رسالت عظیمیه شاهد قیام عیسی بودن، شاهد به عمل نشستن کلام خدا. وقتی که ناامیدی و ترس بر جمع شاگردان حاکم بود، زنان با وفاداری تا آخرین لحظات صلیب کنار عیسی بودن و حالا شاهد قیام خداوند عیسی بودن. الان که شاهد عیسی بودن، پیام امید بخشی برای شاگردان و همه دنیا داشتند. خواهر عزیز من، کلام خدا حقیقت محض، او به وعده‌های خودش عمل خواهد کرد. امروز این رسالت بر عهده ماست که با مردم کلام خدا رو در میون بذاریم. ما انجیل رو به مردم میگیم، با مردم در میون میگذاریم، سهم خودمون رو انجام میدیم و خداست که سهم خودش رو انجام خواهد داد. مرسی عصرین جان از تعلیم بسیار عالی که با ما در میون گذاشتید. عزیزان خیلی خوشحالم که یک فرصت دوباره دارم تا در خدمتتون باشم و با یک کاردستی جدید دیگه بتونیم با هم لوقا باب 12 آیه 8 رو به خاطر بسپاریم. به شما میگویم هر که مرا نزد مردم اقرار کند، پسر انسان نیز او را در حضور فرشتگان خدا اقرار خواهد کرد. آمین. امروز میخواییم با هم یک قاب عکس آویز درست بکنیم که شما میتونید روی اون گوشواره، گردنبند و یا هر وسیله تزئینی که دارید قرار بدید و اونو در یک گوشه از اتاق خوابتون آویزون کنید تا بتونید هر وقت که دوست دارید از وسایل تزئینیتون استفاده کنید، آیه مورد نظر به چشم شما بخور تا بتونید اونو به خاطر بسپارید. برای تهیه این قاب عکس ما میتونیم یا یک قاب عکس تهیه کنیم و یا اینکه از قاب عکس‌های کهنه که در خونه داریم استفاده کنیم. به تور فلزی نیاز داریم که اندازه این تور فلزی دقیقاً باید به اندازه سایز داخل قاب عکس ما باشه. آیه که می‌خوایم حفظش بکنیم یا پرینت می‌کنیم و یا اینکه روی یک برگه خودمون خطاطیش می‌کنیم. به انواع و اقسام گیراهایی هم که فکر می‌کنید دوست دارید می‌تونید تهیه کنید برای استفاده کردن روی این تور فلزی که وقتی که به قابمون وصل شد شما میبینید به چه صورت ما میتونیم ازش استفاده کنیم. یک قاب عکس دیگه هست با تور فلزی و یک سری وسایل تزئینی که روی اون نصب شده. امیدوارم که از برنامه امروز کاردستیتون لذت برده باشین و بتونین تو خونه ها ازش استفاده کنین. تا هفته ی آینده خدا نگهدار.
قسمت برنامه ما رو همراهی میکنید. امروز عصری در مورد زنی که در کلام خدا شاهد هست با ما در میون گذاشت و چقدر درست تعلیم داد که زنی که شاهده، کسیه که مسیح رو شخصا در زندگی خودش تجربه کرده و زندگیش تبدیل شده و حالا در مورد این تبدیل با بقیه در میون میگذاره. دقیقاً. و خوشحالیم که ماگدای عزیز رو باز با خودمون در برنامه داریم و میتونیم از یک زنی که برای مسیح شاهد خیلی خیلی خوبی بوده بشنویم ازش. درسته ماگدا جان، خوش اومدی این گویا این میدان خانم. خیلی خیلی ممنون خانوما. گویا میدان یه خورده ولی خدا رو شکر میکنم که بازم تونستیم با شما با هم در این برنامه باشیم. بله، من میخوام در مورد یه خانومی با شما صحبت بکنم که ایشون در سال 1966 در استرالیا در یک محلی فقیرنشین به دنیا اومد و خانواده این دختر از مهاجرین یونانی بودن که به استرالیا رفته بودن و زنده و همینطور که همه شما میدونین مشکلات اختلاف فرهنگی و مهاجرت گریبانگیر این خانواده هم بود و با چالش‌های خیلی فراوانی روبرو بودن و به طور خاص با این دختر با چالش‌های زیادی مثلا فرق کردن از نوع لباس پوشیدن، غذا خوردن و نوع تمام فکر کن رفت دارایی که ممکنه که متفاوت باشه در موضوع مهاجرت. پس با چالش‌های زیادی در دوران بچگیش روبرو بود. اسم این خانم کریستین کین هست. چقدر عالی. این شخصیت مورد علاقه منه. میدونم که تو دوران نوجوانیش خیلی شرایط عجیبی رو تجربه کرده. میشه برامون یکم بیشتر از زندگیش و دوران نوجوانیش توضیح بدی؟ درسته، حتما. کریستین همینطور که گفتم در یک خانواده فقیر به دنیا، در یک محله فقیرنشین به دنیا اومد و دوران نوجوانی بسیار سختی رو تجربه میکنه و مثلا برای 12 سال از طرف 4 مرد مورد تجاوز قرار میگیره. کریستین در سن 27 سالگی به عیسی مسیح ایمان میاره و در کلیسای هیلسان شروع میکنه به رفت آمد کردن و رشد کردن و بعدها خودش جلسات نوجوانان رو شروع میکنه به رهبری کردن. میدونم که ماگدا کریستین که در یه برهه از زمان خیلی یه شوک خیلی بزرگی از طرف خانوادهش بهش وارد میشه. میتونی یکم برای ما در این وقت در سن 32 سالگی بوده یه روز برادرش بهش زنگ میزنه و بهش تلفنی میگه که برادر واقعی ایشون نیست و فرزند خونده این خانواده و هستش و این یک مسئله بزرگ و یه شوک بزرگی برای کریستین بوده و شروع میکنن به تحقیقات کردن و شروع میکنن با مادرشون و خانوادهشون به حرف زدن و که صحت و سقم این خبر رو پیدا بکنن، ولی در نهایت یه شوک دیگه ای برای کریستین اتفاق میفته و اونجا متوجه میشه خودش هم فرزند واقعی اون خانواده نیست. سخت بعد از این همه سال زندگی کردن که بفهمی. خیلی سخت بوده به خاطر که خب مادر پدرش این مسئله رو عمدن پنهون کرده بودن، مثل اینکه پدرش وقتی که میمرده خواسته از قول میگیره که هیچ وقت این مسئله به گوش کریستین نرسه و خب خیلی شوک بزرگی هست. ولی روش برخورد کریستین با این شوک بزرگ چی بوده؟ چطور واکنش نشون داد؟ کریستین اینطوری میگه که متوجه میشه که وقتی که مادرش اون رو به دنیا میاره در بیمارستان حتی اسم این بچه نداره و جلوی اسم این بچه بدون نام هست و شاید یک نام، شاید یک دونه فقط شماره هست. ولی کریستین اینطوری میگه اگر مادر من منو نخواست، خدایی که منو آفریده منو میخواسته و برای من برنامه داشته. اگر مادر من حاضر نشد به من اسمی بده و در گواهی تولد من همینطور که گفتم یک شماره وجود داره ولی اسمی وجود نداره، ولی خدای زمین و آسمان همونطور که بدن من، سلولهای من، استخوانهای من در بدن مادرم داشته شکل میگرفته، خدا اونجا به من یک اسمی داده و برای من یک هدفی مشخص کرده. خیلی جالبه. من یه بار داشتم از کریستین کین میشنیدم و چیزی که میگفت برای من خیلی جالب بود. میگفتش که شاید
من ثمره خیانت مادرم باشم، شاید من ثمره تجاوز به مادرم باشم یا هر چیز دیگه دلیل به وجود اومدن من باشه و مادرم به هر کدوم از این دلایل من رو نخواسته، ولی خدایی که خالق زمین و آسمانه من رو خواسته و برای من نقشه داشته. شکر، چقدر واقعا تاثیرگذار زندگی این زن. آره خیلی واقعا، همینطور که سمیرا جان شما گفتین زندگیش تاثیرگذار و پرثمر بوده. کریستین به دلیل زندگی که داشته و کار عظیم خدا تبدیل میشه به یک شاهد بزرگ برای عیسی مسیح و شروع میکنه به بشارت دادن و یک مبشر خیلی بزرگ میشه. و ایشون اینجوری یک جمله خیلی معروف داره که میگه، که باز هم من دوست دارم برای بینندگان شما از روی تحقیقاتی که اینجا وجود داره براتون و نوشته شده بخونم، اینه که میگه حتی پدر و مادر زمینی من برای من قادر نبودن کاری که خدای آسمان و زمین برای من انجام داد رو انجام بدن. پس میبینیم که چقدر عالی اینو میگه، میگه خدا گذشته منو پاک کرد و به من امید تازه برای زیستن و هدفی تازه برای زندگی کردم. دقیقاً عالی. کار شاهد همینه که زندگیش رو، اون تبدیلاتی که در زندگیش اتفاق افتاده رو بره و با دیگران در میون بذاره. درسته. مالدا میتونی یکم در مورد زندگی شخصی کریستین به ما بگی؟ الان چیکار میکنه؟ ازدواج کرده نکرده؟ بچه داره؟ آره چقدر خوب که این خانم در عصر ما داره زندگی میکنه. این خیلی کمک میکنه که ما واقعا حقانیت و زنده بودن کلام خدا رو بیشتر درک کنیم که خدایی که دیروز امروز و تا ابدالآباد خدا همونه و این داستانا فقط یه نوع داستان نیست، خدا امروز هم این کار رو میکنه. کریستین الان ازدواج کرده و دو تا دختر زیبا داره. اون الان تبدیل شده به یکی از بزرگترین از این دنیا و همینطور که گفتیم انجیل سلامتی رو وضع میکنه و به دنیا بشارت میده. ایشون یک کنفرانس هایی رو شروع کرده به نام پرپل ویمن. حالا من نمیدونم این چون فارسی نیست، همین اسم من به بینندگان شما میگم. و در واقع یک نوع جنبش و یک نوع هدف عالی توی زندگی شروع کرده که در واقع این جنبش یا این تلاشی که داره میکنه اسمش A21 هستش. این A21 در واقع یک نوع خدمتی هست و برای کسانی که دوچار هیومن ترافیکینگ میشن یا قاچاق انسان بهتره بگیم، قاچاق انسان میکنن و کریستین داره تلاش میکنه برای این مسئله و به اتفاق شوهرش نیک بر ضد کسانی که قاچاق انسان میکنن. کریستین یک تصمیم عالی در این سالهای زندگیش گرفته و این تصمیمی که کریستین گرفته این هستش که به هیچ وجه به گذشته غم‌انگیز و دردآلود خودش فوکوس نکنه و تمرکز نکنه، بلکه تمرکزش رو بذاره به اون هدفی که خدای قادر مطلق درش برای زندگیش قرار داده و خدا تمام اون سالهای ملخ خورده زندگیش رو خدا جبران کرده. و ما میتونیم چقدر درس عالی از زندگی کریستین بگیریم که واقعا به گذشته های خودمون، اون اتفاقا، اون سختی ها و اون چیزا توجه نکنیم و عوضش به اون امیدی که خدا در حال و آینده در زندگی ما میذاره توجه و تمرکز خودمونو بذاریم. آمین. و این دقیقا کار یک شاهد هست مایدا که از آسیبهاش میتونه استفاده کنه برای اینکه مسیح رو بشارت بده و برای مسیح شاهد باشه. مایدا جان واقعا ممنون از این تحقیقات عالی و ممنونیم از شما. بریم و دوباره برمیگردیم. اینم از برنامه امروز. با هم دیدیم که چطور میشه در این دنیای سقوط کرده شاهد و تاثیرگذار. عصری خیلی زیبا در مورد زن سامری با ما صحبت کرد و نشون داد که این زن احتیاجی به یک معجزه آنچنانی مثل زنده شدن مردگان نداشت تا به مسیح ایمان بیاره و در نهایت شاهد او باشه، بلکه فقط نیاز داشت که همون طوری که هست پذیرفته بشه. درسته. این دقیقا باعث شد که خود او برای مسیح شاهدی باشه که طرد شدگی و انزوا بر او اثری نداشت، بلکه با آزادی و شادی برای مسیح در شهر خودش شاهد بود.
ماگدا هم در مورد کریستین کین به ما گفت. چه شهادت عالی از کاری که مسیح در زندگیش کرده و چه نمونه عالی از یک شاهد واقعی. آمین که همه ما بتونیم برای عیسی مسیح شاهد باشیم. میخوایم با هم برای اون چی که امروز شنیدیم دعا کنیم و بعد هم پیش نیلوفر عزیز میریم که ما رو در پرستش امروز هدایت میکنه. چند دقیقه با هم عزیزان دعا کنیم. خداوند واقعا ممنون و سپاسگزار تو هستیم برای نمونه های عالی که نه فقط در کلام مکتوب و پرجلال خودت برای ما خداوند گذاشتی، بلکه خداوند در دنیای امروز هم کسانی مثل کریستین رو داریم که چگونه تو رو خداوند اطاعت میکنن، چطور خداوند زندگیشون رو وقف تو میکنن و چطور برای تو شاهد و نمونه هستن. خداوند خداوند دعا میکنم به نام مسیح خداوند عزیز که واقعا از میان زنان فارسی زبان هم تو کسایی رو بلند کنی مثل کریستینه خداوند که به گذشته خودشون نگاه نمی کنن، به اون چی که بر سرشون در گذشته اتفاق افتاده نگاه نمی کنن، بلکه خداوند به آینده، به اون کاری که تو میتونی در زندگیشون انجام بدی نگاه می کنن خداوند و در نتیجه برای تو شاهد هستن. به نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین. 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 از همراهی شما بی نهایت سپاسگزاریم. تا دیدار دیگه شما رو به خدای زنده میسپریم. در مکعب ظفر مسیح پیش رویم با قوت خدا، عطر معرفتش افشانی بین انسانهای بی نوا. ای مسیح قوت ماز توست، با شهادت و با خون توست، تو به ما قدرت بخشیده ای، بر شیطان تسلط داده ای، پیروزی حاضر کردی بهر مؤمنی، پیروزی حاضر کردی بهر مؤمنی. ای مسیح در تو دارم یقین، ای مسیح در تو دارم یقین. سراییم سرود پیروزی، با شادی در حضور خدا، با ایمان بر دنیا پیروزی، تا رویم نزد منجی ما. ای مسیح قوت ماز تو، با شهادت و با خون توست، تو به ما قوت بخشیده ای، بر شیطان